شما هستیم در بخش خیابان و این بخش همکار ما سمیر صدیقی تقدیم شما میکنه. بله سمیر عزیز سلام، میشه که از مصروفیتت سر بلند بکنی؟ همچنان سلام بر شما ایمل جان، مریم جان، صبحتان بخیر، خوش آمدین به بخش خیابان. امروز دیگه ما خواستم که بیایم به قصابی و در قصابی هم پیش آجی صاحب خاک عبدالعزیز و معروف به سنگچل عاشقان عارفان اینجا آمدیم. خواستم که صبح بیایم پیش آجی صاحب و احوال شبی گیرم. آجی صاحب مصروف کاروبار بود دیگه، ما اینمی لباس ها رو پوشیدم، گفتم که امروز همراه آجی صاحب یک کمک کنم. آقای صاحب سلام، صبح شما بخیر، خوب هستین؟ خیرتی است؟ جانتان جور از خیرتی است، قرار به قراری فضل خدا سلامت باشین. زنده باشی آقای خندم، قرار به قراری است، جانتان جور است، بخیر باشین آقای صاحب، والله تان جور است. کلگی اندیوالای ما دوستا همکارا همین لحظه خود تا میبینه، صبح وقت است، اگر پیام سلام کلام داشته باشین. سلام بر مردم ما، بر وطن دارای ما، بر قوم ما، به مردم افغانستان، بس با کل چیزی که در خارج است، در داخل است، به همه سلام برسن. از طرف ما مسکینا بیچارا، خداوند تعالی از بلای زمینی آسمانی کل اسلام نگاه کنه، از خیرات شما مسکینا و بیچارا را پروردگار دی وطن ما یک آرامی را بیاره، یک سول سرسرسری را بیاره که ملت آرام شه، که آب تا آب زندگی دی وطن را بفهمیم، آب آوای دی وطن خود ما بفهمیم، که در کل جهان نه میوه ماست، نه دانه ماست، نه آوای ماست، نه آوه ماست. پروردگار صدقشم یک لطف خدا کنه که یک آرامی سر تا سری رو بیاره در ملت، در ملت ما که برادر جان ایگلی مردم افغانستان آرام شن، که عزیز یک لطف خداوند تعالی میشه سر ما که خیری بافیت خیر بینی آیش سب سلامت باشی الهی آمین. اینمی دعایی که خودت کردی به درگاه الهی قبول شود و بطر ازی که ما شما از این بدبختی بخیر برایم. خب آیش سب بیم دیگه سر قصابی و همی خود شغل قصابی، شما مصروف کار باشین که ما مزاحمت نکنیم. مشتری ها مگه آمد در جریان مصاحبه، ما مشتری را برش گوشت میتیم، اینه فکر میکنم که استاد آمد میخواه گوشت بگیره. سلام علیکم، خوش آمدین، بیم گوشت میگیرید. خب آقای صاحب برای ما بگوین که در این روزا کاروبار قصابی چطور است؟ مردم گوشت میبرن نمیبرن، یا ای که همین گوشت خوردن مردم کم شدن؟ والا ما مردم از خدای خود شکر میکنیم، هزار بار شکر، ما یک چهار تا مالی که میکشیم از او راضی استیم، از کسب خود راضی هم استیم. یک کم واره از می چند وقت شده که گوشت خیلی کم شدن دیگه، و هتلای عروسی استاد شدن و قدر گوشت سابق وارن سودا نمیشن. اما اگر ما میالا ما از حساب شکر میکنیم، مال علال میاریم، مال از سمنگان میاریم، از مزار میاریم، از دری غوربان میاریم، برادر از انخوی میاریم، جایی که مال خوبی سرست میریم پشش میگردیم، بدخشان میریم، پامیر میریم، مال علا و درجه والا کش کده میاریم. خوب میکنن، اصل کار میکنن، بخاطر از اینکه اونمو مالا امی طعم گوشت داره، واقعا یک طعم مزه‌دار خوب داره. پیغمبر ما که بود در تجارت که میرفت تا کرقش نمیچکید میگفتی سودا حلال نیست، و ما مردم بسیار زحمت میکشیم خدمت میکنیم که ما یک توت مال سودا و حلال از هر بغل پیدا کنیم بیاریم در وطن بکشیم به مسلمان ها بدیم توزیع کنیم. و ما از این مالای سر جنگلی کشتار نمی کنیم. این گوسپندهایی که در سر از این کثافات ها می بینی، این کلش پلاستیک می خورن، پمپر می خورن، چیزی که گندگی که در دنیا هست، این گوسپندها را چاق می کنن، می آرن می فروشن. گوشت از این بالقطن حرام است بیادر. بالقطن او گوشت حرام است. هر مسلمانی که می خوره او گوشت فقط بوده سونی شفاخانه روان می کنن. او گوشت را به نظر کیلوی 100 برزان می تم. مگمی گوشت که برادر جان نگول دمیال در خود سمنگان گوشت کیلوی 300 است، در مزار 300 است، مصرف میخوره کیلوی 40 به 50 رو به ما مصرف میتیم، یک گوسپند 400-500 مصرف میتیم که ما تا مالا در عاشقان عارفان میاریم. بگرد از گوشت حلال، گوشت پا، گوشت سدره با سلاق ما که از 2 بجه شو میخیزم افتاوی او در دستش است، تا که برادر جان نگول وضو نکنم، دو رکات نفل بر وای رسول الله مبارک نخونه، دو رکات نفل بر وای جوان مرد قصاب نخونه، و مال هیچ ما نمیمونیم که ذبح کنم. فکرتاز یعنی قصابای بسیار سابق است و میفهمن رمز راز این کسب که باید در کسب کامدی چگونه باید پیش بری، چی رقم باید باشی. اگر هر قصاب می باشه
که گوسپند را بدون وضو حلال میکنه، گوسپند را بدون گاو بدون وضو حلال میکنه، نه از فایدهش خیر میبینه، نه از طولش خیر میبینه، نه از کار خود خیر میبینه. هر کسی که هست فقط پنج وقت نماز خدا بخونه، روخشتون خدا باشه که یک مسلمان میگه که من میرم گوشت میبرم، یک پرچه گوشت حلالم. میتونی که تو گوشت حرام بیتی یک مسلمان ها، مگم پیش خدا هم گردنت بسته است، پیش رسول هم بسته است، دو دنیا خر آخرت از او آدم هستی. مگم بعضی قصابای ما آیسه بس همه تو میکنن و بعضی قصابایی که کار همه کنن و بعضی قصاب هاست که آی گوشت خود مرده را مفروشم. خوب میفهمی که نمی گوشت گاو است، قسم قرآن میخواد گوشت گوسال است. خوب داره نمی گاو است، اون آدم فایدهش خیر نمیبینن، از برکتش برکت ندارن. گوساله این عدد با قلمه است، دوکان مامافرید، دوکان خوانی، گوشت پاک، حلال، سزد، همی دو دوکان است. گوشت هست که بسیار بهترین گوشت است. برادر جان دیدی گل، گوشت میتی یک مسلمان هست که باز هم هست. امروز این همی دو تا دوکان در کل کابل، اول قصاب که میگی، این همی دو تا دوکان است. از دست کیا پاک چلیدن، راست چلیدن، نظرشان به دربار خداست. صدر پر نمیخورن، دار پر میخورن. با می داره به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر پیش رفتم. آیسب ما را اجازه بده که اگان سوال بپرسم. اینمی سوالایی که هموطنان عزیز ما در ذهنش است اونم رو میخوایم از شما بپرسم. امیر کو آقایم، یک سوالی که دوستای ما میگه، وطندارای ما میگن، میگن همین قصاب ترازوی خود چرا بلند جور میکنه؟ مثلا اینجا ما نمیبینم که داخل ترازو سنگ است نیست، چه رقم است؟ اینمی اگر کم دوباره میگوید قصابایی که ترازوی خود از جور میکنه بلند نه، در این بغل ترازو میمونه یک دوتا گوشت خرابه. گوشت گوسپند هیچ خرابی ندارم. اگر گردنش است با تقسیمش یک دوتا پرتی، اگر رانش است، اگر مایچه دستش است، اگر کمرش است با تقسیمش که پرتی، و هیچ چرامت ندارم و هیچ کدام گوشت خراب نیست. گوشت گوسپند اول بسم الله الرحمن الرحیم و نموج تکبیر میشن گردن از این، گردن از این که تکبیر میشن، اول گوشت گردن شیرین است، گوشت دست شیرین است، گوشت کمر شیرین است. ما مردم کابل چی میگیم؟ گوشت ران باشن. گوشت ران مزه ندارم، فهمیدی؟ گوشت در این روزا قسمه که خودت هم میفهمی گوشت طعم خود از دست داده، هیچ طعم نداره. گوشت تو راست که برادر جان عزیز گل یک کم بار خرید فروش بازار هم کم شدن، مردم گوشت بردن، صحیح گوشت حلال پاک نبردن. یک آدم یک کیلو گوشت کوفته میکنه میره در خانه خود و نیم کیلو میشن. او دیگه برادر جان عزیز گل 400 به یک کیلو گوشت میخرن، از او که ترکاری میخرن. او ددم تو قصاب ظالم برابر میشه که وز گوشت بیادر هوا میتن، گوشت پاک نمیتن. به نظر شما آیسه چند فیصد قصاب ظالم ما داره نمی شهر کابل در افغانستان؟ ما کنم بگویم قصاب پاک عادل که داشتیم در کاخانه آجی جبار بود، آجی ابراهیم بود، کاکا بیادر صالح بود، در چه بیادر جان گل آجی غلام پدر ما بود. فکر رسید ددان دروازه ماجد بلخشی حال هم دوکانش هست، فعال است. بیادرهای ما آجی قدید گوشتش پاک سچه است، حلال است. و بغیر از اون دیگه بیادر از قصابای قرآن خور و قسم خور مشناسین شما؟ حالا نه والا که می قرآن خورا هیچ معامله من ندارم، کاتی قسم خورا هیچ معامله ندارم. میگه درورای که آدم بد رفت بد میشی، میگه کاتی ما بشی ما میشی و کاتی دک بشی نسیا. بیادر که تو مردما شش خیز ما نداریم، یک چهار قصاب از می کل کابل عزیز بچه ما یو میگن. آیسه باش که من همین سوالای خدا بپرسم که سوالا مرا هیچ وقت نمیتین با سوال پرسیدن. اما میفهمن که اسابق یک متل است، میگن قصاب آشنا میپالن. فلسفه اینمی متل چی است آیسب؟ فلسفه ایدیتون است که همون قصابه که در پسکوچه بود، در پسکوچه صاحبه خود در پسکوچه ها قصابا بود. همون قصابای پسکوچه گوشت فروخته که نمیتونست، باز همون یک آشنایش که میامد باز صد قسم قرآن میخورد که اینمی گوشت گوشت برست، اینمی گوشت گوشت نرست. باز اون مول مسلمان طول میکرد میداد، باز او که میرفت دو شب دو رو جوش میداد او گوشت نرم نمیشد. عالما مردم پیش روید اینی گوشت برم اینی استخوانش سعی کن شربت باره سفید سعود فیروزه باره سعود میدنن، گوشتش هم شیر باره سفید، بهترین گوشت. از این که دیگه گوشت در اجول
گوشت نامی یک نیز بیادر پاک برای سمنگان است این گوشت. یعنی می گوشتمندار که می بینی هم از این سمنگان آوردیم. از این که در گوشت درجه اول خوبتر مده می کابل نمی بینم. اگر گوشتمندار لاندی ماستک و نسای که پشو بچم. اینجا دوستا گوشت های قاق هم هست. اگر آیسته بگوین که گوشت های قاق در کجا قاق میکنه شما؟ گوشت های قاق البته یک دقیقه وقت داریم. گوشت های قاق آقا در شکردره قاق میکنم. کاب هوای جا خوبیش هست. در کابل قاق نمیشن. گرد از غبار از این موترها که میگردن. گوشت ها برادر چی میکنن؟ کسافات باره میتونی. در گوش ما میگن که وقت تمام است. اگه اجازت باشه خدافیزی کنیم دیگه. پروردگار یک جان تشکر از شما. خوش شدیم که آمدیم امروز خبر شما را گرفتیم. خدا سلامت باشین. خدا شما را خیر بده. بار خوب داشته باشین. که نمتا در مکل جایی بگردین. پرسان کنین. برد بهترین کار استک. بهترین لطف میشن. یک مسلمان یعنی می که صداقت دارین ایمانداری به ایمانداری کارتان رو پیش ببرین دیگه من فکر میکنم که همه چیز از به مردم یک مسلمان در یک دکان میره که ما گوشت حلال بگیرم از این قصاب اون خود وقت شو نیست خدا بالای سرت است اگر خوبش باشه اگر گدایش باشه تشکر آیسته سلامت باشین سلامت باشین همکار عزیز وقت خوب خوش داشته باشین خدا نگهدار به خدای کریم دیم تشکر میکنم از همکار خوب ما سمیر صدیقی که همواره به تلاشی است تا بتانه که کسب و کار مردم ما را به تصویر بکشه که چقدر از کار خود راضی هستند و هر صبح روزای دوشنبه و چهارشنبه سر میزنه به خیابانهای شهر کابل تا از حال و هوای هموطنای ما را با خبر بسازه وقفه میگیریم پس از وقفه در ادامه برنامه بامداد با ما باشید